محاصلین عزیز، السلام علیکم. لکچر 27 است و موضوع درس ما یک فصل جدید است که کامبینیشن ها و پرموتیشن هاست. قبل از اینکه من موضوع اصلی را آغاز کنم، ما باید برای شما فکتوریال تشریح کنم. فکتوریال یک فنکشن است که فنکشن ها به این شکل تعریف میشن که فرض کنیم اگر f تعریف شود که عناصر نچرل به شمول صفر ایر انتقال بده به نچرل نمبر، و در حالی که fn ما n فکتوریال باشه، فکتوریال به این شکل نشان میتن و این مساوی است یا یک است. در صورت یک است که اگر n ما مساوی صفر یا یک باشه و یک ضرب دو ضرب سه ضرب چهار ضرب نقطه 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 ضرب n است، در صورتی که n ما بزرگ و مساوی از دو باشه و طبیعی است که ان شامل چی است؟ ان شامل اعداد نچرل است. بیشه تعریف میشه فکتوریال است، این فنکشن فکتوریال است. مثلا ما مثال ها را کار میکنم، و طور مثال اگر من بگم که خی صفر فکتوریال مساوی به چیست؟ صفر فکتوریال چون ان صفر است، اگر ان صفر باشد جوابش یک است. دوم، یک فکتوریال مساوی به چیست؟ یک فکتوریال زمانی که ان یک باشه، ان ما یک باشه، یک فکتوریال باز هم جوابش یک است. سوم، زمانی که ما بگویم دو فکتوریال ما یک ضرب دو است، به خاطر که ان ما دو است، زمانی که ان مساوی دو باشه یا دو بزرگ باشه. چهار، سه فکتوریال یک ضرب دو ضرب سه. با همی قسم پنج، مثلا شش فکتوریال مساوی است به یک ضرب دو ضرب سه ضرب چهار ضرب پنج ضرب شش، که ما به این شکل هم میتونیم نشته کنیم که شش فکتوریال ما مساوی است این قدری زیره. میشه که نشته کنیم پنج فکتوریال ضرب شش، پنج فکتوریال ضرب شش، به این شکل هم میتونیم راه کنیم. و بالاخره میتونیم بگیم که ان فکتوریال ما مساوی هست با ان. این فرمولش است که یک ضرب دو ضرب سه ضرب چهار ضرب ان، یعنی ان فکتوریال ما مساوی هست. من این قدر زیر میتونم نوشته کنم، کلش نوشته کنم که ان منفی یک فکتوریال، یعنی ان منفی یک فکتوریال ضرب در ان. یا میتونیم بگویم که این فکتوریال مساوی است به n منفی دو فکتوریال ضرب در n منفی یک ضرب در n. به این شکل فکتوریال ما ارائه کرده میتونیم که دیگه میشه یک چند دونه سوال هم حل کنیم. مثلا سوال ها را اگه حل کنیم، میره شش گفته بودیم، میشه که اینجا هفت بگویم که هشت فکتوریال بر شش فکتوریال چی میشه؟ ما ایریت نشته میکنیم، هشت فکتوریال نشته میکنیم شش فکتوریال ضرب هفت ضرب هشت. این نظر به این فرمون این مثل یکی نشته میکنیم بر شش فکتوریال، این با این خلاص میشه، پس مساوی میشه هفتشت پینجا و شش. بیشک یا مثلا میتونیم
سوال هشتم اتو مطرح کنیم که یک دیگه رو عمل میکنم به این شکل دا فکتوریال بر دوازده فکتوریال یا یازده فکتوریال کلون یازده است یازده رو تجزیه میکنیم میگیم که یازده خودش ضرب در دا فکتوریال بخاطر که اینا رو سرچپه هم نوشته کده میتونیم مثلا اینا رو میتونیم نوشته کنیم از این شروع کنیم این ضرب این منفی یک ضرب تا که یک برسه و این شکل ما میتونیم نوشته کنیم که خود یازده ضرب یک دونه کم فکتوریالش دا بالا هم دا فکتوریال است ای بایی خلاص میشه پس مساوی میشه یک بر یازده به این شکل و میشه سوالای دیگه را هم کار کنیم مثلا سوال هشت بود هشت میشه بگیم که این فکتوریال بر این منفی یک فکتوریال کدامش کلان است؟ ای کلان است کلان را تجزیه میکنیم این تجزیه میکنیم میگیم که این منفی یک فکتوریال بر این ضرب این بر این منفی یک فکتوریال این رو تجزیه کردیم خودش ضرب یک دانه کم فکتوریالش یا اتو بگم که شما خوبتر بفهمید ببینید این فکتوریال بر این منفی یک فکتوریال خودش ضرب یک دانه کم فکتوریالش بر این منفی یک ایم در جای خودش ای بایی خلاص میشن مسایی بین یا مثلا به این شکل میتونم بگیم که این جمع یک فکتوریال بر این فکتوریال و کدامش کلان است؟ ای کلان است یک دور زیاد است کلان را تجزیه میکنیم خودش ضرب یک دانه کمش یک دانه را کدی کم کنیم منفی یک کنیم منفی یک و یک صفر میشه پس این یعنی خودش ضرب این فکتوریال بر این فکتوریال که مساوی میشه و این جمع یک جوابش به همین قسم در فکتوریال ده ها سوال دیگر شما میتونید با استفاده از این حل کنید تشکر لکچر 28 تکیب کنید